سلام بچه ها، خوش اومدید به این ویدیو. امروز میخوام توی این ویدیو دلایلی که من تصمیم گرفتم توی یوتیوب ویدیو بذارم، توی یوتیوب فعالیت بکنم، این کار رو جدی بگیرم و اینکه براش تایم بذارم رو بهتون بگم و یه کوچولو از استودیویی که ساختم اینجا بهتون نشون بدم. بریم بیایم تا اول استودیو رو بهتون نشون بدم که چه وسایلی دارم اینجا، بعدش در مورد دلایلی که من برای این کارها دارم صحبت بکنیم. همون جوری که دیدید من وسیله هایی که دارم، حالا نمیخوام تک به تک دیگه توضیح بدم، ولی چیزی که منو بیشتر سوق داد به این جهاز، چیزی که منو خیلی مشتاق کرد برای اینکه این کارو انجام بدم توی یوتیوب فعالیت بکنم، این بودش که واقعا یه تایمی داشتم که خب احساس میکنم اگر مثلا این تایمو واسه هر کار دیگه بذارم آنچنان بهم حال نخواهد داد تا اینکه توی یوتیوب ویدیو بسازم منتشرش کنم. این کار به من خیلی لذت میده، خیلی برام لذت بخشه، چون من حرفم هم همین سینما هستش. به همین دلیل کلا ویدیو ساختن، تولید محتوا برام جذاب بود و بیشتر از همه این برام جذاب بود که یوتیوب شما به یک موقعیتی میده که کانال خودتو داشته باشی. یعنی فکر کن یک شبکه ای داری که 24 ساعته میتونی براش برنامه بسازی، واسه اون هر چی دلت میخواد به دستور خودت، به صلاح خودت، هر چی که دوست داری توی اون شبکه بذاری و برای همه نمایش بدی. فکر کن مثلا یه شبکه تلویزیونی داری که همه میان چیزایی که تو دوست داری رو میبینن باهات، این ویوئرها میره بالا. حالا بحث درآمدش اینو بماند که درآمد خیلی خوبی میتونه بهتون بده و در کل من الان فکر میکنم توی ایرانی ها خیلی داره این قضیه جا میفته، خیلی ها دارن میان سمت یوتیوب و این خوبه، اینکه فرهنگ اینو داشته باشیم، چیزی که ما چندین و چند ساله تو تمام دنیا داره اتفاق میفته. تمام دنیا تقریبا دارن دیگه تلویزیون کابلیشون رو جمع میکنن، همه چی میره سمت اینترنت، همه چی میره سمت استریما، نتفلیکس میاد رو و اینکه دیگه کمتر کسی میره سینما. در واقع بماند که اون لذتی که تو خود سینما داری، تو خود سالن داری، خیلی فرق داره با چیزی که شما میشین تو خونه ویدیو نگاه میکنی یا فیلمی رو نگاه میکنی. ولی خب با همین حال باید شما بدونی که آینده این دنیا میره به سمت همین استریما، میره به سمت اینترنت، میره به سمت آنلاین شدن و خب شما نباید عقب بمونی از این قضیه، باید خودتو بروز بکنی، باید بری جلو، باید واسه زحمت بکشی، نباید فکر کنی که خب اینجا دیگه تموم کار من همینو میرم جلو، تمام، من دیگه نمیتونم مثلا برم روی یوتیوب، من چرا باید برم روی یوتیوب؟ الان خیلی بزرگای موزیک، فیلمسازی، خیلی بازیگرها، خیلی خواننده ها همشون اومدن سمت یوتیوب، نه به این دلیل که حالا فکر کنی مثلا طرف تو هالیووده داره مثلا چقدر
سرمایه داره، چقدر درآمد داره. طرف لنگ درآمد یوتیوبش نیست، ولی خب داره به این فکر میکنه که تو یوتیوب میتونه ویو بیشتری بگیره و جدا از همه یوتیوب میاد این واسطه ها رو حذف میکنه. یعنی یه شمایی یه دونه اون بیننده‌ته، شما مستقیم بیننده‌ت رو میاری توی شبکه‌ات بدون اینکه واسطه‌ای داشته باشی، بدون اینکه خیلی چیزا رو یه خیلی فیلترها رد کنی. نه اینکه یوتیوب کلا بدون فیلتر باشه که نخواهید مثلا یه سری هر چی بخوای بذاری، هر ویدیویی که دلت بخواد بذاری، نه مثلا یه سری چیزا رو واقعا روش حساسه و خب خیلی تاکید داره کارهای مثلا کپی رایتی و اینا رو نباید انجام بدی، نباید ویدیوهای کپی رایت دار بذاری. در هر صورت اینه که خیلی ها دارن میرن به این سمت. من پیشنهاد میکنم بهتون که از این قافله عقب نمونید، چون که آینده همش میره توی یوتیوب به نظر من. حالا نه فقط یوتیوب، من احساس میکنم حتی پلتفرم های دیگه هم شاید بتونن بیان، ولی خب چیزی مثل یوتیوب نمیتونه. الان توی ایران آپارات هست مثلا، ولی به نظر من باز یه چیز یوتیوب نمیشه. خیلی پلتفرم خوبیه، خیلی تکنولوژی باحالیه. بهتون پیشنهاد میکنم اگر چیزی برای نمایش دارید، اگر فکر میکنید هنری دارید، اگر فکر میکنید حرفایی دارید که برای خیلی ها میتونه جالب باشه، حتما بیاید تو یوتیوب. و اینکه یادتون نره سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت بذارید این پایین. اگر دوست دارید بیشتر در مورد برنامه سازی اینو صحبت بکنیم یا هر موضوعی که توی ذهنتون میاد و براتون جذابه دوست دارید که اینجا ببینیدش، برام این پایین بنویسید. لایکتون نره، به دوستاتون معرفی بکنید کانالمونو. و اینکه مراقبت کنید فعلا.